آقای خامنه ای در سالیان گذشته همیشه اصلاح نهایی امور را به تحقق کامل فرهنگسازی محول میکرد و به روال معمول خود منظورش رو در ابهام میگذاشت و نامشخص بیان میکرد. این اشارات به فرهنگسازی به خصوص در مواقع بحرانی پررنگتر میشد. اخیراً به نظر میرسد که دور جدید این فرهنگسازی در حال تکوین است. در این مرحله که در واژگان دولت اسلامی گام دوم نامیده شده، آقای خامنه‌ای با تأکید بر جهاد تبیین آن را امر کلیدی اعلام کرده و راه مقابله با سنگین ترین جنگ نرم خوانده است. از آنجا که آقای خامنه‌ای به عنوان یک مبلغ و واعظ نارضایتی و خیزش انقلابی مردم را تنها محصول کار تبلیغاتی دشمن می داند، راه مقابله آن را نیز تبلیغاتی فرض می کند. ضمناً این ضد تبلیغات کم نیست و نکیفی، به این معنا که از ده ها بلندگوی صدا و سیما با بیش از ده ها هزار کارمند به اضافه هزاران منبع وعظ و هزاران مسجد و هیئت و هزاران روزنامه و مجله و کتاب همگی با یک نوع گفتمان تکراری و مشابه به توجیه امور می پردازند. به نظر آقای خامنه ای تکرار و باز تکرار باعث تولید حقیقت آینی می شود که گوهر آن توسط نیروهای اهریمنی غرب پوشیده شده. آنان زنان مسلمان را به برهنگی وامی دارند تا مردان را با انگیختن هوای نفس به بیدینی تشویق کنند. با شکل گرفتن جنبش انقلابی مهسا، آقای خامنه‌ای در دی ماه گذشته باز بر جهاد تبیین تاکید و اهمیت آن را یادآوری کرد. به نظر ایشان حالا که دشمن موفق شده است با تبلیغ مردم رو گمراه کند و به خیابان‌ها بکشد، جمهوری اسلامی هم باید با ضد تبلیغ مردم رو با حقایق آشنا کند. او رمز موفقیت رو در تبیین و تبیین بیشتر اعلام کرد و حتی به ترانه درمانی هم متوسل شده. در یکی از دیدارها تولید ترانه‌ای رو توصیه کرد که همه بتوانند تکرار کنند تا ملکه ذهنشان شود. نتیجه این توصیه ایجاد تصنیف سلام فرمانده شد. به قول او در کشورهای متعددی خوانده می شود. ولی همزمان ترانه تکخان دیگری به نام برای توسط شروین حاجی پور اجرا شد که سلام فرمانده رو به فراموشی سپرد و مسیر جریانات اجتماعی رو عوض کرد و سرود جنبش اجتماعی مهسا شد. پا گرفتن جنبش مهسا و تداوم چند ماهه آن نیاز به جهاد تبیین رو افزون کرد. آقای خامنه‌ای مشکل رو مجدداً در پوشیده ماندن حقیقت شعائر و مناسک دین دانست و باز به تمهیدات جدیدی برای اشاعه نظر حکومتی درباره شکل و شمایل زنان متوسل شد. به سطوح آوردن زنان در خیابان‌ها، اخراج از ادارات و تهدید زنان با گرفتن ویدیو از آنها بخش فیزیکی حرکت جدید برای کنترل زنان ایران است. ولی تاکید مجدد بر جهاد تبیین بخش ایدئولوژیک مبارزه آقای خامنه ای است. این جهاد قبلا هم مطرح شده بود، ولی در ماه‌های اخیر تاکید بر آن به انتشار کتب و مقالاتی انجامید که بایستی به حالت تستی حفظ شود و در حین خدمت در ادارات و نیز در امتحانات مدارس مورد استفاده قرار گیرد. منظور از تبیین البته بیان حقایق از دیدگاه نظریه پردازان جمهوری اسلامی است که تفاوتی بین تبیین و توجیه قائل نمی شوند. بررسی متون بعضی کتاب ها و تست ها و کتبی که مؤلفانی چون محمد حسین راجی و سعید مصلح میرزایی تألیف کرده اند در این حال ما رو با تفکراتی که پشت سیاست های اختناق است بیشتر آشنا می کند. مثلا در متن آزمونی که برای دانشجویان و کارمندان در حین خدمت استفاده می شود بر این تأکید شده که در ایران جمهوری اسلامی 250 کلیسا وجود دارد، ولی نمی گوید که یک مسجد برای اهل سنت در تهران نیست، یا اینکه ضربه اصلی رو به اعتماد مردم مفسدهای اقتصادی، آمریکا، منافقین و کشورهای خلیج فارس زدند.
یعنی خود حاکمیت از هر گونه خطا مبراست. اقلیت‌های دینی 5 کرسی در مجلس در اختیار دارند. حداقل پوشش همه جای دنیا وجود دارد. پادشاه انگلیس و رئیس جمهور فرانسه می توانند مجلس را منحل کنند. یعنی در ایران رئیس جمهور قانوناً نمی توانند. در نهایت بر پیشرفت‌های علمی کشور بارها و بارها تاکید شده بدون اینکه به محتوای دروس اشاره شود یا به صحبت‌ها و سیاست‌های ضد علم و ضد دانشگاه آیت الله خمینی و خامنه‌ای اشاره شود. درباره اهداف این جهاد جدید، ویکیشیه لزوم تبیین حداقل 17 موضوع را ذکر می‌کند. دستاوردها و کارایی نظام، اقتصاد مقاومتی، بازخوانی انقلاب مشروطه، نفوذ دشمن، اندیشه مقاومت، سبک زندگی اسلامی، حفظ وحدت اسلامی، فرزند آوری به عنوان نقش اصلی زن در خانواده، حجاب، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، ارزش معلم در تربیت نیروی انسانی طراز جمهوری اسلامی، دفاع مقدس، ایام الله مثل روز کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی، ارزش کار و کارگر و نهایتاً حاکمیت دین. البته باید توجه داشت که این موارد دستمایه تبلیغات دولت اسلامی از روز نخست بوده و منظور حاکمیت از باز تبیین آنها فقط محصول نگرانی از ناکارایی بیش از 40 سال تبلیغات است. باید توجه کرد که قشر حاکم بر ایران کلن متشکل از روزخان هاست که کار خود رو به طور سنتی تبلیغ می نامند. تبلیغ به معنای رساندن پیام. لازم نیست توضیح بدهیم که آخوندها با توسل به همین ایدئولوژی تبلیغی در شورش علیه حاکم وقت پیروز شدند. آخوندها در مقام حاکمیت تبلیغ از منبر رو به تبلیغ از ده ها کانال تلویزیونی و ایستگاه رادیویی و نشریات و کتب گوناگون تبدیل کردند. ولی گویا آنها متوجه نمی شوند که فضای اشباه شده از تبلیغ دیگر کارساز نیست و به ضد خود تبلیغ شده است. شعائر دینی هم طبیعتاً از همیشه بیشتر مناسکی تو خالی تر شده و فقط تظاهر به آن برای گرفتن شغل و ارتقای مقام است. قشریگری در دین به قشریگری در سیاست تبلیغی سرایت کرده. پروژه جهاد تبیین در واقع تبلیغ در تبلیغ است. ماموران دولتی مسئول تبلیغ سعی می‌کنند در کشوری که در حال حاضر از تبلیغ اشباه شده باز مردم رو قانع کنند که در بهترین نقطه جهان زندگی می‌کنند ولی دشمن عینکی بر چشم آنها نهاده که حقیقت رو نمی‌بینند. اما آیا این ماموران هیچ توجهی به روانشناسی اجتماعی مردم کشور دارند؟ جوانانی رو که به تمام افق‌های باز دسترسی دارند و در این حال زندگی سخت روزانه رو تحمل می کنن، چه برداشتی از این عادی جلوه دادن وضعیت نابسامان اقتصاد و سیاست و کلن جامعه دارن؟ اگر این همه تبلیغ شبانه روزی در طی بیش از 40 سال اثر نکرده، چه دلیلی دارد که تبلیغ در تبلیغ مؤثر افتاد؟ حتی خود آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌ها که به جهاد تبیین اشاره کرد بلافاصله اضافه کرد که مبادا یک عده‌ای حالا راه بیفتند و به اسم جهاد تبیین ردیف بودجه بگیرند. ولی ظاهراً این اخطار پس از شورش انقلابی مهسا مؤثر نیفتاده و قطار تبیین پر سر و صدا تر از قبل به راه افتاده است.